نیمه اول دیدار دو تیم پیروزی و استقلال با همین گلی که مشاهده می‌فرمایید و احتمالاً بسیاری از بینندگان عزیز ندیدن به پایان رسید. گل دقیقه 13 بود که توسط میر احمدیان درون دروازه استقلال جای گرفت. و با این نکته که استقلال تنها یک سرویس داشته و امیر هاشمی مقدم در اثر برخورد و سر میدیدگی قادر به ادامه بازی نبود و سرخواب به جای او وارد زمین شده، دیدار رو دنبال میکنیم. قضاوت دیدار امروز بر عهده آقای منوچهر نظری هست و در یک هوای بسیار خوب امروز قریب 100 اندی تماشاگر در این ورزشگاه مشغول تماشای این دیدار هستند. قلعه نویی باید ضربش رو بزنه، زرینچه این طرف تو میره، اون میفرسه کوتاه، فرصت برای سرخواب. در 46 دقیقه حساب کار رو 1-1 میکنه. یک توپ از قلعه نویی، یک ضربه سر از سرخواب و موانسل کار 1-1 برای دو تیم استقلال و پیروزی. پس یاد داشت میکنه، ببینید چیزای کار رو. این قلعه نویی هست که توپ رو میفرسته، این سرخواب هست که ضربه میزنه و این هم قلیش که توپ دست های قلیت به توپ نمیرزه و حساب کار 1-1 میشه. هر دو تیم از جاهای مشابه ضربه خوردن، یعنی بسیاری از کارشناسان فوتبال این رو در نظر داشتن که پیروزی در دیدار با ملوان در زرینچه جلو میاد، به شاهرخ بیانی میده، شاهرخ برای صمد مرفاوی، صمد با سر برای قلعه نویی، ضربه قلعه نویی کنار دروازه پیروزی راهی آوت میشه. اون گوشه من 21 رو میبینم، این چهره قلعه نویی هستش که برمزیار به جلو میره، کنترل توپ از سرخواب، رو توپ سرخواب کار میکنه. اعتقاد به خطا رو منوچهر نظری نداره. جواد زرینچه به شاهرخ بیانی، جواد توپ رو توی یک گل میگیره از دو و اعلام خطای رحیم یوسفی که حالا کارت باید ضربه رو یاران تیم استقلال به روی دروازه تیم پیروزی بزنن. از همچین نقطه ای بود که قلعه نویی در دقیقه 46 بازی یک پاس داد که سرخواب تبدیل به گل کرد. یه بار دیگه و یه بار دیگه این کار تکرار میشه. از همون جای پیروزی ضربه میخوره که دقیقه 46 بود، این بار مرفاوی. دفعه قبل سرخواب این کار رو کرد و این بار مرفاوی. میدمه و به این ترتیب دیدار نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم استقلال به پایان می‌رسد.